ادامه یه برنامه هست. بازم خوش آمدین دوست عزیز و بخش اول برنامه هست. بخش اول برنامه موضوعی که میخوایم روی صحبت داشته باشیم یا موضوعی که میخوایم شما بیشتر معلومات در موردش پیدا کنین، نهاد خیریه هست که آقای حاجی عبدالرحمن بشردوست ایجاد کردن. امروز در مورد نهاد خیریه براتون معلومات میدیم، گرچند که شما در بسته‌های خبری از طریقه های مختلف از بخش نشرات رادیو تلویزیون جهانی آینه بیننده کارکردای اینا بودین، اما امروز خواستیم که در برنامه در امتداد روز با خود داشته باشیم، ان معلومات بیشتر را از خودشان پرسان کنیم که در این نهادشان اینا مصروف چه کارها هستند و تا حالا توانستن که چقدر از هموطنان عزیز ما را تحت پوشش این نهاد خیریهشان قرار بدن. نهاد اجتماعی مردمی و آقای حاجی عبدالرحمن بشردوست رئیس این نهاد هستند. سلام آقای بشردوست و خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما و علیکم سلام. یک سلام خاص که در بینندگان علیکم سلام از طرفونه هم و یک سلام خواست که در کارمندای تلویزیون آینه. تشکر. حاج عبدالرحمن بشردوست هستم، رئیس خیریه مردمی بشردوست و امروز که ما را دعوت کردین از شما یک جهان سپاسگزار میکنم. ما هم سپاسگزار هستیم از که حضور پیدا کردین در برنامه ما. آقای بشردوست بیان در نخست، چه خوب است که از آغاز کارتان بر ما بگوین که چقدر وقت میشه تقریبا که شما این نهاد خیریه را ایجاد کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بنیاد که ما ایجاد کردیم تقریبا 2.5 سال میشه که این بنیاد دولت پاریاب انشالله پالت داره. بسیار خوب. و این مستحقین ماجرینی که بیجا شده انشالله که در توانم که اینا مستحقی هستن که بتونیم که اقلن. آقای بشردوست، هدف اصلی شما از ایجاد این نهاد خیریه چی بوده؟ هدف همی است که ایره مشخص معلوم کردیم که در جامعه هدف ما انشالله خدمت پی سبیل الله است. بله. که در ملت ما هم شاهدش هستیم و در شهری های ما یه صادقانه انشالله ای را در هر جای گفتیم که و یه خدمت انشالله صادقانه پیش میبره. بله. و دوستایی هم که بیننده هستین، تصاویری که در لابالایی که ما صحبت میداشته باشیم، تصاویر کارگردای آقای بشردوست نشر میشن، شما هم میتونن که بیننده باشین و میبینین خودتان به چشم دید خودتان که از تصاویر که آقای بشردوست ماشاءالله تانستن چقدر کمک داشته باشن برای هموطنان عزیز ما. خوب آقای بشردوست برمایی را بگن که کمک هایی که داشتن تا حالا فکر کنم تمام کمک هایتان یا فیصدی بیشترش در ولایت فاریاب بوده، همه قسم است؟ ولایت پاریاب طوری است که یک دور افتاده ولایت است. بله. و جنگ هم جریان داره و ناامنی است، مهاجرین زیاد است و زیادتر توجه ما در پاریاب است که چون که مهاجرین زیاد است، بیجا شده زیاد است و ما نتونستیم که از ولایت بیرون شویم و دیگه ولایت ها دسترسی پیدا کنیم، چون که خود ولایت ما نیاز بیشتر داره. بله. واقعا خوب آقای بشردوست را بگوین کمکایی که معمولا می داشته باشین شامل چه چیزها میشه؟ مثلا بر خانواده های عزیزی که شما کمک می داشته باشین چه چیز کمک میکنن معمولا؟ و فکر کنم کمک های شما تنها خانواده ها را نه، بلکه بعضی از نهادهای آموزشی مثل کورسا یا مرکز آموزشی هم در بر میگیره که بر از اونها همچنان کمکایی دارین، میشه تمام اینا رو یادآور شوین بر ما؟ کمک های ما طوری است که و یک زخمی به خون ضرورت داره، ما در خدمت هستیم و یک مریضی که به دوا نیاز داره، ما در خدمتشان هستیم و کسایی که خانواده هایی که بی بضاعت هستن که اقتصادشان ضعیف است و چیزی که در توان ماست و در خدمت اینا انشالله هستیم. بسیار خوب. خوب آقای بشردوست، اینجا در مورد چیزهایی که اینجا پیش روی ما هست بر دوستان معلومات میتونیم. دوستای عزیز که بیننده هستین، یک آلبوم هست که ماشاءالله خیلی هم گرنگ هست، وزنش هم زیاد هست، حتی من به سختی میتونم که را بلند کنم از جایش. آلبوم هست که تمامش از کارکردهای آقای بشردوست هست. هر قدر که ما بخوام در مورد این صحبت کنم کم هست و اگر بخوام تمام این تصاویر برای شما نشان بدم، مطمئن هستم یک ساعت که چی حتی 24 ساعت هم اگر
اگر تو این تصویرش برای شما دوستا ورق بزنم بازم تمامی نمیشه، ولی چه خوب است که خودتان مختصرا چند جمله‌ای که در مورد این عکس‌ها برایتان داشته باشن بگوین برای دوستان. و در این آلبوم که این تصویر است که این تصویر معمولا از چند سال است تا جمع‌آوری کردین این تصویر شما؟ تقریبا 2.5 سال میشه خب فعالیت دارم در پاریاب. بسیار خوب، انشالله که و با تصویر با اسناد که ما شاید 25,000 پامل شاید کمک کرده باشم کم زیاد. و این تصاویر است که مهاجرین آلمان است و قیصر است. بله، و دوستای عزیز تنها و تصویر نیست، یک آلبوم دیگه هم هست. در این هم 1% از عکس ها در این آلبوم هست و در او آلبوم هم هست، خیلی زیاد هست. و همچنان لوح تقدیر که گرفتن خیلی زیاد هست. مختصرا میشه در مورد لوح تقدیر برام بگوین که بیشترین لوح تقدیر از طرفی که براتون داده شده و از کدام نهاد شما گرفتین؟ این تقدیرنامه رو خود میبینین و ما بازم یک جوان سپاسگزاری کنیم که از مردم ولایت پاریاب و ما را حمایت کردند و چیزی کمک‌کار که ما در این ملت که در این مهاجرین بی‌جا شده که ما کمک میکنیم و به توسط همه مردم ولایت پاریاب است. اینا همراه ما کمک میکنند و این کمک‌کار ما در مستقل میرسانیم و تقدیرنامه را خود می‌بینین از قماندان صاحب امنیت شروع و تا والی صاحب و چیزی که ارگان‌های در پاریاب هستند. ماشاءالله خیلی زیاد هست تعداد تقدیرنامه هایشان، شاید تقریبا از 10 تا بیشتر باشه یا 15 تا مقدار در حدود باشه. اما تنها تقدیرنامه نیست، یک مدال همچنان گرفتن. میشه در مورد مدال برام بگوین که از کجا گرفتین و به خاطر کدام کاری که شما یا کدام خدمتی که شما انجام دادین، اگر خواست به خاطر از او گرفته باشین اونم یادآور شوین برام. این مدال رو میبینین دکتر صاحب گل که سناتور و بسیار احترام شدارون و اینا آمدن در خاله ما گفتن و شردو صاحب شما لیاقت مدال دارین و از این کلانترش هم انشاءالله دارین و اینا در ما تقدیم کردن که این مدال از طرف دکتر صاحب گل که از طرف سناتور اینا در ما تقدیم کردن. بسیار خوب آقای بشردوست، وقت کارکردهای خیلی زیاد داشتن و توانستن که خیلی زیاد از همتنان عزیز ما را کمک کنن. شما در آخر بر ما اینه بگوین اگر کدام پلان یا هدف دیگه داشته باشن در آینده میخواین کوره در این نهادتان توسط این نهادتان عملی بسازن و بر همتنان عزیز ما کدام کمک خاص یا ویژه در آینده در نظر گرفته باشن او را هم یادآور شد. انشالله آینده هم پلان است که بخیر که کمک های ما زیادتر شده که در مستقل ما زیادتر برسیم و بازم انشالله و در آینده ها پلان داریم که بخیر کمک های بیشتر شده و با یک شاید ما یک پابرکه ایجاد کنیم که اقلا بتانیم که یک 50 پامل که در می پابرکه شامل کنیم که از این سال از 12 ماه که استفاده درست بکنن و نشه که یک قطع یک بوجوارد یک قطع یک قطروغن یک روز باشه باز روز دیگه نه همه یک کار انشالله ما در آن دکتر هستیم که بخیر که همین مهاجرین یا بیجا شده اگه بتانیم که یک 50 پامله که شامل کنیم که اینا دائمی از همین جا استفاده کنیم. بسیار خوب، واقعا هدف خیلی نیکی دارین. انشاءالله که بتونن و این هدفتان هم نارا شوین و این هدفتان عملی بسازن و هم قسم که خودتان گفتین 50 فامیل شما بتونن تحت پوشش این البته مرکزی که میخواین ایجاد بسازن قرار بتن و فامیلای عزیز هم که واقعا مستحق هستن امیدوارم که اونا بهره‌مند شون یا مستفید شون از این کمک شما. بازم تشکر از حضورتان عزیز که در برنامه ما حضور پیدا کردین و دوستای که تا حالا درست آشنایی با کارکردهای شما نداشتن اونا هم مطمئن هستم معلومات خیلی زیاد در مورد شما پیدا کردن. بازم تشکر از حضورتان در برنامه ما و از شما یک جوان سپاس که ما را از ولایت پاریاب دعوت کردین و یک جوان سپاس گذاری میکنیم که از تلویزیون آینه از کارمندایش که و همیشه ما را اینا حمایت کردن و همین صدای مهاجرین صدای بیجا شده را اینا بلند ساختن و یک جان سپاسگزاری میکنیم. تشکر از خودتونم آقای بشردوست، وقت خوشحال شدیم و وقتی بخش برنامه ما هم تمام هست.